عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. خیلی ممنون که اومدید. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه رضوانی سرویس رسانه فارسی بهایی. ممنونیم که همراهمون هستید، امیدوارم تا پایان برنامه با این رسانه همراه بمونید. این هفته و هفته آینده ویژه برنامه برای شما تدارک دیدیم که شامل بخش‌های مختلفه و بسیار متنوع، پس همراهمون باشید. شاهد ویژه برنامه رضوانی سرویس رسانه فارسی بهائی هستید. در برنامه امروز که از بخش‌های متنوعی تشکیل شده، من و دو تن از دوستان بسیار عزیزم در استودیو میزبان شما خواهیم بود، فرشاد نگارستان عزیز و خانم فرنای ایوانی مهربان، که دعوت من رو قبول کردن و در این برنامه من همراه شدن. امیدوارم که سالی داشته باشین پر از شادی و سرور و قلبتون همیشه پر از گلهای زیبای شادی و صلح و آرامش باشه. ای توتی خوش ناطقه بشکن تو قفس را، ای بلبل از این نفه نما تازه نفس را. آن یار به صد جلوه هویداست حریفان، آن یار به صد جلوه هویداست حریفان، از پای بریزید قلو بند اساس را. بسیار زیبا. من هم عرض ادب و درود دارم حضور بینندگان و سروران گرامی که شاهد این برنامه هستن. عید رضوان بر شما مبارک، تنهاتون سلامت و دلهاتون شاد. دنیا گلستان شد عید گل و وصل یار، گلزار پر الهام شد عید گل و وصل یار. رضوان بهار بنگر، پیمان بهار بنگر، دلها همه رضوان کرد عید گل و وصل یار. ایام بهار آمد در باغ نگار آمد، جانها همه شادان کرد عید گل و وصل یار. خندید به گلشن گل، در صحن چمن گل بل، شیدا و غزل خوان شد عید گل و وصل یار. از جلوه آن رخسار، از مشرق آن دیدار، عالم فروزان شد عید گل و وصل یار. مرغ جان را زین بهاران نوبت الهان رسید. جلوه‌گر شد طلعت محبوب امکان در جهان، بر سریر ملک جان ها شاه ملک جان رسید. خندید به گلشن گل، در صحن چمن گل بل، شیدا و غزل خوان شد عید گل و وصل یار. از جلوه آن رخسار، از مشرق آن دیدار، عالم فروزان شد عید گل و وصل یار. به همه عید رضوان رو تبریک میگم. نمسته، از مشغول از کار هند به همه عید رضوان تبریک میگم.
هرچند خورشید جهان همواره از استرالیا سر بر می آورد، اما خورشید دیانت بهایی از آسیا جهان را با تعالیم خود روشن کرد. به این ترتیب از آنجا که دیانت بهایی در ایران و در قلب خاورمیانه قرن 19 متولد شد، گسترش آیین بهایی در آسیا پیوندی ناگسستنی با تاریخ دیانت بهایی پیدا کرده. تاریخ آیین بهایی از پیدایش دیانت بابی و اظهار آن توسط سید علی محمد شیرازی ملقب به باب به ملا حسین بشرویه شروع می شود. شبی در پایان روز اول تیر ماه 1223 خورشیدی و پس از ایمان 17 نفر دیگر که از اولین مؤمنین شمرده می شوند، دیانت بابی به سرعت به شهرهای دیگر ایران گسترش می یابد. اولین نشانه های خروج این دیانت از ایران، سفر سید علی محمد باب به مکه برای ابلاغ ظهور دیانت جدید به شریف مکه بود. و پس از آن اعزام ملا علی بسطامی، یکی از 18 حواری حضرت باب، به عراق برای معرفی آیین تازه بود. با ظهور آیین بهایی و افزایش نگرانی حکومت قاجار و به تحریک علمای مذهبی که از گسترش این آیین نوپا در ایران زمین بیمناک بودند، برخوردی خصمانه با شارع این آیین، میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله و همینطور پیروانش آغاز شد که در اندک زمانی منجر به تبعید حضرت بهاءالله از ایران به ممالک عثمانی گردید. با تبعید حضرت بهاءالله به عثمانی، آیین بهایی به تدریج در سراسر این ممالک گسترش یافت و در آسیای میانه و هندوستان به پیروانش افسوده شد. اگرچه در طول همه این سالها گسترش دیانت بهایی در ممالک اسلامی با چالش‌های جدی روبرو بوده، ولی هرگز متوقف نگشته. بر اساس گزارش‌های موجود، کشور هندوستان یکی از بزرگترین جوامع بهایی را در خود جای داده، جمعیتی بالغ بر 2 میلیون نفر. مشرق الاذکار نیلوفر آبی که همچون ستاره‌ای درخشان در دهلی بنا شده، نمادی از پیام همزیستی بهاییان با پیروان سایر ادیان است که دعوتی است برای سازش و صلح جهانی که از اصول اساسی اعتقاد بهاییان میباشد. بنای نیلوفر آبی در سال 1986 میلادی تکمیل شد و تا پایان سال 2002 میلادی پذیرای جمعیتی بالغ بر 50 میلیون نفر بوده که باعث شده نامش در میان یکی از 10 بنای پر اهمیت جهان بدرخشد. اما شاید جالب باشد بدانید که نخستین مشرق الاذکار یا همان معبد بهاییان در شهر اشخاباد روسیه بنا شد که اکنون پایتخت کشور ترکمنستان است. این بنا در سال 1908 میلادی بعد از 6 سال تکمیل شد. دیانت بهایی که پیشتر در کشور روسیه پیروانی پیدا کرده بود و بر تعداد آنها روز به روز افزوده می شد، به مدد وجود آزادی عقیده و مذهب در روسیه آن زمان توانست تشکیلات منسجمی را سامان دهد که از نتایجش می توان به همین بنای نخستین مشرق الاذکار بهایی اشاره کرد. اگرچه با قدرت رسیدن حکومت کمونیستی در روسیه، آزادی مذهب دیری نپایید و دولت وقت این بنا را تصرف کرد. اما این پایان عمر غم‌انگیز این معبد نبود و تا سال 1948 که زلزله‌ای مهیب در اشخاباد تقریباً ویرانش نمود، به عنوان گالری هنری توسط حکومت وقت مورد استفاده قرار می‌گرفت. سرانجام بعد از آنکه سالها با فروپاشی دیوارهایش دست و پنجه نرم می‌کرد، در سال 1963 به کلی تخریب شد و اکنون به پارکی عمومی بدل گشته.
بر اساس آمارهای غیررسمی، جمعیت بهایان ایران در اوائل قرن 21 میلادی بین 150 هزار تا 300 هزار نفر گزارش شده است. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تعداد زیادی از پیروان این آیین مجبور به مهاجرت گشتند تا از گزند امواج سهمگین انقلابیون در امان بمانند. این در حالی بود که بودند بسیاری دیگر از پیروان این دیانت که در دادگاه‌های ناعادلانه و با اتهاماتی واهی به جوخه مرگ سپرده شدند، اموالشان به تاراج رفت و یا سالهای درازی از عمر خیش را به صرف باورهای مذهبی در زندان سپری کردند. ایدی رزوان را به هر یکایک شمایان تبریک و تهنیت نموده، آرزوی خوشبختی، سعادت و بهترین نیکوهای زندگی را برایتان تمنا دارم. انشاءالله در هر جای قدم ماند نگهبانتان خدا بادم. بیننده ویژه برنامه رزوانی سرویس رسانه فارسی بهایی هستید. بسیار سپاسگزاریم که وقت میگذارید ما رو تماشا میکنید. امیدوارم برنامه که تهیه کردیم مورد پسند و علاقه شما واقع بشه. در استودیو با فرشاد نگارستان و فرنای قانی همراه شما هستم. بچه ها، عید رزوان وقتی اسمش میاد برای خود من کلی خاطرات تلخ و شیرین همراهش هست. خاطرات شیرینش اینه که من یاد این میفتم که نسبت به بقیه مردم ایران این فرصت رو داشتم که جشن دوباره‌ای رو ببینم. تلخیاش هم این بود که یک نگاهی، چون ما اقلیت مذهبی بودیم، یک نگاه خاصی جامعه خارج نسبت به ما داشت. دوست دارم خاطرات شما رو هم بشنوم. برای ما خیلی دوران رزوان واقعا خاص بود برای تمام بهایی، برای ما که به عنوان یه بچه مدرسه ای به قول معروف بچه مدرسه اون روز نمی رفتیم مدرسه، بچه های دیگه باید می رفتن. خب برای ما خیلی خاص بود که اون روز رو واقعا اهمیت می دادیم و می گفتیم روز عیدمون هست و می تونیم بمونیم خونه. تو فامیل افراد بزرگتر رو می رفتیم می دیدیم، پدر بزرگا، مادر بزرگا، گاهی عیدی می گرفتیم، گاهی همیشه بعضی ها میدادن، بعضی ها نمیدادن. ما جمع میکردیم، میشمردیم پولامونو، از نوروز هم جمع کرده بودیم. خلاصه خیلی ایام خوبی بود و بلخص این که هوا خیلی خوب بود، اردیبهشت بود. و شما کجا ایران بودی؟ من تبریز بودم. تبریز نوروز خیلی سرده، یه موقعی برف هم داشتیم، ولی اردیبهشت هوا عالی بود واقعا، گل و شکوفا. بله، معمولا داشتیم برف برای نوروز، ولی عید رزوان عالی بود هوا همیشه. من یکی از بیشترین چیزهایی که دوست داشتم یا انتظار داشتم که عیدی بگیرم، حالا این مثلا پوله به کنار، ولی کارتون بود. چون ببین عید رزوان با نوروز هم توی گفتم فاصلهش خیلی کم بود دیگه، یعنی یه ماه بیشتر نیست. ما هم توی عید نوروز، خب این بسا تلویزیون کارتون زیاد نشون میداد، ما هم تعطیل بودیم 13 روز میشستیم کارتون های عید نوروز رو تماشا میکردیم. خوبی که لحظه بس میگم کلمه خوبی عید رزوان این که پیک شادی نداره. خب یه روز بود ولی با تکلیف ها رو به هر حال انجام میدادیم. آره، بعد من همیشه این به سرا نوروز که تموم میشد، توی عید رزوان که میگفتم خب الان عید رزوان شروع شده، سوال میکردم پس کارتون های عید رزوان کو؟ بعد برای من توضیح میدادن که نه ببین این فرق داره، این حالا برای ما عیده ولی کارتون نمیذاره تلویزیون. حالا این یه خورده حالا بزرگتر که شدم، خب فهم این تفاوتشو بیشتر میذاره. از چه سنی احساس کردی بزرگتر شدی؟ از وقتی که دیگه سراغ کارتون نمیگرفت. کلا چرا عید رزوان انقدر بین بهایی داره اهمیته؟ تو چی فکر؟ ایمان جان، من فکر میکنم که عید رزوان به خاطر اتفاقاتی که افتاده، به خاطر تاریخی که داریم، به خاطر اینکه به هر حال در این 12 روز بود که دیانت بهایی به نوعی مستقل شد از دیانت بابی و در این حال دیانت بهایی اعلان شد، حضرت بهاءالله اظهار امر فرمودند و اظهار امر علنی فرمودند. بله، و به خاطر همین در واقع این یک شروع رسمی هست برای دیانت بهایی و به همین جهت ما جشن میگیریم و خیلی برامون این به قول معروف میگیم سلطان اعیاد هست برای ما و خیلی برای ما عزیز هست.
قبل از ظهور حضرت باب در ایران پیشبینی هایی شده بود که ظهوری که در حقیقت اسلام منتظرش هست بیاد کی خواهد بود و افرادی مثل شیخ احمد احصایی و سید کاظم رشتی مردم رو داشتن آماده میکردن، شاگرداشون آماده میکردن که این ظهور نزدیکه و حتی سال 1260 هجری قمری رو گفته بودن که این سالیه که موعود قرار ظاهر بشه. وقتی باب ظاهر شد و ظهور خودش رو اعلان کرد، درست همون سال 1260 و 1844 بود که قبلا پیش بینی شده بود. در حقیقت حضرت باب در مقدار زیادی از تعالیمشون رو وقتی مطرح میکردن، ایشون هم باز به یه موعود دیگه ای اشاره میکردن که به زودی خواهد آمد. وقتی آثار ایشون رو میخونیم میبینیم که یه موقعی میگن 9 سال بعد ظاهر میشن، یه جاهایی میگن 19 سال بعد ظاهر میشن. به صورت عربی میگن به ظهور من یسره الله، یعنی کسی که خدا قرار ظاهر بکنه ظاهر میشه به زودی. و وقتی نگاه میکنیم به این تاریخ، سالها بعد میرزا حسین علی که ما به ایشون میگیم بهاءالله یا حضرت بهاءالله ظاهر شدن. حضرت بهاءالله موقعیتی شد به خاطر این شور و هیجانی که در ایران به وجود اومده بود و بابیه در حقیقت داشت رشد میکرد، تعداد زیادی به حضرت باب ایمان آوردن، به یه واقعی نزدیک شد که حضرت بهاءالله رو رفتن در تهران اقامت داشتن گرفتن و انداختن توی زندان، یه زندانی به اسم سیاهچال در یه جای تاریکی زیر زمین، به عنوان اینکه ایشون دست داشتن یا میخواستن شاه ایران رو بکشن و بدون هیچ در حقیقت دلیلی ایشون رو گرفتن، از خونهشون بردن به اون سیاهچال تهران و ایشون برای مدت 4 ماه زیر یک زنجیر خیلی سنگینی که 2 تا زنجیر معروف بوده که این استفاده میکردن تو اون دوره، هر چند وقت یه باری یکی از این زنجیرها تو گردن حضرت بهاءالله بوده که به قدری شدید بوده که این کمر رو میآورده پایین رو زمین و در یک همچین حالتی بوده که حضرت بهاءالله که در حقیقت اون موعود حضرت باب و ادیان قبل بودن، در این حالت یکی از این روزها ایشون اون الهامات الهی بهشون میرسه که مأموریتشون در حقیقت شروع میشه از اون موقع. و اینو وقتی نگاه میکنیم به اون تاریخ، حدوداً 9 سال بعد از اون بوده که حضرت باب پیشبینی کرده بودن. خب ایشون رو بعد از 4 ماه وقتی میبینن که هیچ دلیلی ندارن براشون که اینشون کاری کردن یا اینکه گناهی کردن، از زندان آزاد میکنن. Thank you.
قطعه زیبایی بود از آقای بابک ثابتیان، لذت بردید. خوبه برای این قسمت از برنامه راجع به این قضیه صحبت بکنیم که چرا باید این همه دینای مختلف تو دنیا وجود داشته باشه، چرا هر از گاهی ما باید دین تازه داشته باشیم. من معتقدم که هیچ وقت مشکل دیروز مشکل امروز نیست. مشکل امروز یا مسائل مربوط به امروز هم شاید در سالیان آینده هیچ مسئله خاصی نباشه، مشکلی نباشه. بنابراین برای هر دوره زمانی ما یک پیامبر یا یک دین خاصی لازم داریم که مخصوص برای اون دوره زمانی باشه و نسبت به درک افراد، نسبت به مشکلات و معضلات جامعه اومده باشه و بتونه در واقع مشکلی رو حل بکنه یا بتونه با مردم از طریق درک اون دوران باهاشون ارتباط برقرار بکنه. خیلی سالهای قبل مثلا فرض کن چرتکه داشتیم، یعنی که حساب کتاب مثلا یه مغازه رو با چرتکه مثلا میخوام بگم همون مفهومه، در واقع همون کار کرده داره. یعنی شما کاری که امروز با کامپیوتر انجام میدی، مثلا حساب و کتاب تو یا محاسبات تو یا مثلا ساماندهی اطلاعات تو، فرض کن زندگی ما پیچیده تر شده. این معنیش این نیست که ما بگیم چرتکه چیز بدیه، چرتکه ها رو بشکنین بسوزونین نمیدونم از بین ببرید، ولی دیگه نمیشه، اون جوابگوی نیازهای امروز نیست. اجازه بدید بحث رو اینجا نگه داریم، بریم یک قسمت دیگه از برنامه امروز رو ببینیم. بخش بعدی برنامه امروز عنوانش هست یک پنجم، که در حقیقت اشاره داره به پنجواره دنیا و تاریخ دیانت بهایی رو در این پنجواره بررسی میکنه و بهتون نشون میده. بخش آسیا رو تماشا کردید، الان میریم بخش اقیانوسیه رو با هم تماشا میکنیم، ببینیم. اقیانوسیه اولین قاره است که خورشید در آن طلوع می کند. اقیانوسیه مشتمل بر گروه های گوناگونی از جزایر اقیانوس آرام است که استرالیا و نیوزیلند معروف ترین کشورهای این قاره هستند. مذهب غالب در اقیانوسیه دیانت مسیحی است، هرچند که در آخرین سرشماری ها بخش بزرگی از جمعیت این قاره خود را بیدین معرفی کردند. ورود دیانت بهایی به اقیانوسیه به سال 1914 باز می‌گردد، هنگامی که اگنس الکساندر از آمریکای شمالی به جزایر اقیانوسیه مهاجرت کرد و این مهاجرت و پس از آن ایمان آوردن سایر افراد خانواده اگنس سرآغاز داستان دیانت بهایی است در اقیانوسیه. گسترش دیانت بهایی با سفر مأموریتی خانم و آقای دان در سال 1920 میلادی سرعت بیشتری یافت. این زن و شوهر آمریکایی که برای مأموریت کاری به استرالیا و نیوزیلند سفر کرده بودند، با برگزاری همایش‌هایی به معرفی دیانت بهایی نیز می‌پرداختند و افراد زیادی را با این دیانت آشنا می‌کردند. اولین استرالیایی که از طریق این کلاس‌ها به دیانت بهایی ایمان آورد، آقای اوسوالد ویتاکر چشم پزشک اهل سیدنی بود و به فاصله اندکی افی بکر اولین بانوی استرالیایی است که به دیانت بهایی و آرمان‌های آن می‌پیوندد. افی بکر عکاس اهل ملبورن استرالیا بود. او هم به وسیله کارلا و لیددان در یک گرد همایی که به منظور معرفی دیانت بهایی برگزار شده بود با نام این دین آشنا شد. او در خانواده‌ای متدین و مسیحی زاده شده بود. او و خانواده‌اش پس از جنگ جهانی متحمل آسیب‌هایی شده و همواره نگران بروز مجدد جنگ بودند. این روحیه آنها را بران داشته بود که به دنبال راه حلی برای جلوگیری از ویرانی‌های ناشی از جنگ باشند. افی هنگامی که به سخنان آقای دان در مورد این تعلیم دیانت بهایی، یعنی تحری حقیقت و جستجو برای یافتن راه و روشی که به حقیقت نزدیکتر باشد و با واقعیات زمانه انطباق داشته باشد گوش می کرد، با خود اندیشید که من مسیحی متولد شدم،
پدرم و پدر پدرم هم مسیحی بودند و من هیچ وقت تصور نکردم که درباره سایر ادیان هم میتوانم فکر کنم و بدون هیچ تحقیقی مذهب پدرم را پذیرفتم. همان شب و پس از گفتگوهای طولانی با آقای دان، افی به دیانت بهایی پیوست و شاید هیچگاه با خود نیندیشیده بود که آن لحظه چگونه سرآغاز تحولی بزرگ در زندگی او خواهد بود. افی 3 سال بعد به حیفا رفت و پس از آن مأموریت یافت که برای عکسبرداری از اماکن تاریخی بهایی به ایران و عراق سفر کند. سفری که 8 ماه به طول انجامید. جامعه بهایی پس از آنکه در هر شهر و سرزمینی جمعیتی بیش از 9 نفر یافت، ملزم است جمعی را به نام محفل روحانی محلی برای رسیدگی به مسائل روحانی و احوال شخصی خود انتخاب کند. بدین ترتیب اولین محفل محلی در سووا در سال 1950 تشکیل شد و تا سال 1963 تعداد این محافل محلی به 36 محفل رسید که جمعیتی حدود 1550 بهایی را در بر می گرفت. اولین بومی استرالیا فرد موری نام دارد که در سال 1955 به دیانت بهایی پیوست. همینک دیانت بهایی در اکثر نقاط این قاره گسترده شده. پادشاه ساموا اولین پادشاهی بود که به دیانت بهایی ایمان آورد. جامعه بهایان استرالیا مشغول به فعالیت و خدمات انسان دوستانه به کشور خود هستند. یکی از بزرگترین معابد بهایی که بهایان به آن مشرق الاذکار میگویند، در شهر سیدنی واقع است و در به آن به روی همه اهل ادیان باز است. ساخت این معبد در سال 1961 آغاز شد و پس از 4 سال به اتمام رسید. این ساختمان ظرفیت 600 نفر را دارد، دارای 38 متر ارتفاع و قوس گنبد آن در عریض‌ترین نقطه 20 متر است. این بنا در سواحل شمالی شهر سیدنی قابل رؤیت می باشد. سایر ساختمان‌های مربوط به این معبد عبارتند از اقامتگاه مسافرین، فروشگاه کتاب، محل‌های مناسب پیکنیک و مراکز اداری. سال 1985 جامعه بهایان استرالیا خدمات گسترده‌ای را برای استقرار صلح آغاز کرد و در سال 1986 یعنی در سال صلح برنامه‌های ویژه‌ای را به این مناسبت برگزار کرد که بیش از 10,000 نفر در آنها شرکت جستند. این اقدامات موجب شد که جامعه بهایان مفتخر به دریافت جایزه سفید صلح از سازمان ملل متحد گردد. و اینک نیز همچنان این فعالیت‌ها با تمرکز بر 4 اصل حقوق بشر، ترقی زنان، رفاه جهانی و رشد اخلاقی همچنان ادامه دارد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bahai.org.au مراجعه کنید. مژده مژده ای دل ای دل، ماه کنعانی رسید. مژده مژده ای دل ای دل، صبح ایمانی دمید. مژده مژده ای دل ای دل، خاک کنعان تازه شد. مژده مژده ای دل ای دل، دور عرفان
خودش آمد، از چه بی آرامی هنوز آفتاب آمد، عبیدا پیش مهتابی هنوز. بر لب آب فراتی و مگر خوابی هنوز، مگر خوابی هنوز، مگر خوابی هنوز. این روزها ایام رضوان هست که جامعه بهایی در سراسر دنیا عید رضوان یا عید گل رو جشن میگیره. این عید در سالگرد اظهار امر یا در سالگرد اعلان عمومی پیام بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی است. در تمام ادیان لحظه‌ای، فضایی، جایی، مکانی که اون پیامبر، اون بنیانگذار آیین حرف خودش رو، اون الهام رو، اون وحی رو برای بار اول علنی میکنه، در تمام ادیان اون رو جشن میگیرند یا اون لحظه رو به گرامی میشمارند. در دیانت بهایی این مصادف شده با یک فرایند بسیار مهم. فرایند اول این استش که فصل در نیمکره شمالی موسم گل و موسم بهار هست و همزمان هستش با شکوفایی طبیعت. و مسئله دوم اینی که با مسئله تطهیر و پاکیزگی و رفع نجاست همزمان شده. در دیانت مسیحی عید پاک یا ایستر اون زمانی هستش که رستاخیز مسیح بعد از مرگ مسیح رو مسیحیان جهان گرامی می‌دارند و جشن می‌گیرند. هدف از رستاخیز مسیح، مرگ مسیح و رستاخیز دوباره مسیح بخشش گناهان بشر بود. بنابر نص انجیل. یعنی در اون فضا گناهان بشر بخشش شده به واسطه وساطت و دیانت مسیح. در دیانت بهایی رضوان نه تنها اعلان عمومی دیانت بهایی است و ظهور بهاءالله رو به جهان اعلام میکنه و ظهور دیانت جدید رو اعلام میکنه و در ظرف چند سال بعد از اون آموزهای جدید بهاءالله عرضه و ارائه میشن، بلکه بنابر گفته خود پیامبر، بنابر گفته خود بهاءالله در کتاب اقدس، اون واقعه واقعی است که درش گناهان بشر بخشیده میشه. یعنی در اونجا در اون بیان میفهمند که اون چیزی که قبلا بر بین بشر بوده و موجب جدایی بشر از همدیگه شده و اون چیزی که بشر رو تیره و تار کرده در اون لحظه بخشوده میشه. بنابراین عید رضوان رو وقتی که بهایان جهان گرامی میدارند و جشن میگیرند فقط موضوع یک بحث دینی نیست. موضوع این استش که علاوه اجتماعی و روابط بین ادیان و روابط بین اقوام و دوستی و مودت بین نوع بشر، این لحظه اون لحظه است که اون تاریکی ها، اون بدی ها، اون پلیدی ها زدوده میشه و پاک میشه. و بنابراین من عید رضوان رو به همه ازان ایرانی و به فرد فرد هموطنان تبریک میگم. نه فقط به هموطنان بهایی، بلکه عید رضوان، موسم رضوان، اون فضایی است، اون مکانی است که تمام ایرانیان امروز بهش احتیاج دارند که پیشینه تاریک رو، پیشینه بدی رو، پیشینه ظلم و ستم و نقض حقوق بشر و تبعیض رو کنار بذاریم و با هم روزهای جدید رو آغاز کنیم.
یکی ابروی پی شکستم از چی کنم افسوس مال مردم از سیم 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 حضرت بهاءالله وقتی از زندان آزاد میشن، خب خیلی علما و خیلی های اونایی که در حکومت دست داشتن وقتی این رشد بابیه رو میدیدن و رهبری حضرت بهاءالله رو میدیدن، اصلا دوست نداشتن حضرت بهاءالله در ایران باشن، چون یک حالت ترسی بهشون دست میداد که حالا چی میشه اینا وضعشون، و تصمیم گرفتن که یه کاری بکنن با حضرت بهاءالله. حتی وقتی که زندان بودن سعی کردن که حضرت بهاءالله رو از ایران دور بکنند. حضرت بهاءالله هم وقتی از زندان آزاد شدن تصمیم گرفتن که این محلی که باید تبعید بشن بهشون رو انتخاب کردن که برن عراق. حضرت بهاءالله با همراهانشون در مارچ 1853 وارد بغداد میشن. اقامتشون در عراق حدوداً 10 سال بوده که از این 10 سال 2 سالشو به سلیمانیه میرن و 8 سالشو در بغداد. میدونین حضرت بهاءالله در عراق زندانی نبودن، تبعید بودن ولی زندانی نبودن، برای همین با افراد و شهرنشینان در تماس بودن، میامدن به دیدنشون. خب هیجانی در عراق به وجود آورده بود که اینا باعث ترس مامورین دولتی شده بود در ایران و میخواستن دور کنن حضرت بهاءالله رو از دم مرز ایران. بنابراین ایشون یه موقعی رسید که دیگه گفتن باید از عراق برن، از بغداد خارج شن. و وقتی تصمیم گرفتن که از
بغداد خارج بشن، اهالی بغداد و همینجور شهرهای اطراف شنیدن و این از این خبر خیلی ناراحت شدن و برای آخرین دیدار با حضرت بهاءالله میخواستن هجوم بیارن که ایشونو ببینن. و برای همین نجیب پاشا که یکی از افراد محترم اون شهر بوده و ثروتمند بوده و به احتمال قوی املاک متفاوتی داشته، یکی از این باغ‌هاشو در خارج از شهر بغداد میگه که به حضرت بهاءالله این برای شما، برای مدتی که دوستان میخوان بیان شما رو ببینن قبل از اینکه از بغداد برید. و وقتی این جریان، وقتی خبر داده میشه به افراد که حضرت بهاءالله دارن حالا از بیت خودشون، از خونه خودشون میرن که دم ساحل در حقیقت رود دجله و از اون ور سوار قایق بشن برن به اون باغ نجیبیه که نجیب پاشا براشون گذاشته بود که استفاده بکنن، مردم هجوم آوردن برای دیدنشون. میگن اتفاقی در این بغداد افتاد که خیلی کم بغداد به خودش دیده، که همه از پشت بام ها نگاه میکردن، افراد میامدن زین اسب، گله اسب حضرت بهاءالله زانو میزدن، میبوسیدن، تقاضای بخشش میکردن، تقاضای دعا میکردن. همه اینا یک شور و هیجانی به وجود آورد که منو یاد این شعر حافظ میندازه که قرنها قبل، و هممون میدونیم که حافظ ملهم بوده، قرنها قبل این شعر رو میگه که همونطور که قبلا گفتم حضرت باب در شیراز اظهار امر کردن، میگه شیراز پرغوغا شود، شکرلبی پیدا شود، ترسم که آشوب لبش برهم زند بغداد را. ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. بزم است و رقص است و طرب، مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم، در کوی او جایم کنید، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنید. ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. کی باغ رضوان رفت؟ نبی بهاءالله. پدر عبدالبها؟ بهاءالله؟ چی تو باغ بود؟ روز و پرتقال؟ و چه اتفاقی افتاد؟ تو باغ چی کار کرد؟ چی گفت؟ گفت؟ آره، من بهاءالله هم و من اینجام که صلح و عشق رو به همه مردم دنیا هدیه کنم، درسته؟ آره، و ما باید سعی کنیم کارهای خوب کنیم، درسته؟ چیز دیگه یادته درباره باغ رضوان؟ آره، اون موقع که بهاءالله تو چادر خوابیده بود؟ آره، یه باغ خیلی خوشگل بود، نه؟ درسته، 12 روز اونجا بود، آفرین. شاید ما هم یه روزی به یه باغ خوشگل بریم. شاید وقتی 5 ساله شدی. آره، کوچیکی بودم برای رضوان هممون دوست داشتیم بریم گردش. با 3-4 تا خانواده دیگه میرفتیم پیاده روی، بعد از یه پیاده روی طولانی بیرون غذا میخوردیم و از طبیعت لذت میبردیم. هممون منتظر اومدن رضوان بودیم. حالا با وجود لایلا، چون پیام بهاءالله پیام صلح و دوستی و خدمته، دوست دارم خانواده‌مون رو تشویق کنم که یه کار مثبتی برای جامعه بکنه. تازگی لایلا با مامانم رفتن خونه سالمندان و به همه شیرینی و شکلات دادن. منم دوست دارم در کنار بیرون رفتن و لذت بردن از طبیعت یه کار خاصم برای محلمون بکنم، یه کار محبت آمیز که اون پیام صلح رو همراهش داشته باشه.
همه ده و غنچه به غنچه شکفت رنگ رنگ گل بدمد از بر هر کوه و سنگ. برای بهایی رضوان خیلی مهمه. وقتی بهاءالله در سیاهچال تهران زندانی بود، مسئولیتش به عنوان پیامبر بهش از طریق وحی الهام شد و وقتی از ایران تبعیدش کردن، مدتی تو باغ رضوان بود و 9 روز بعد از اون خانوادهشون بهش ملحق شدن و در روز 12 همگی باغو ترک کردن. در اون مدت 12 روز، بهاءالله به همه مردم مقام و مسئولیت خودش رو به عنوان پیامبر جدید اعلام کرد. حالا میخواییم بریم جشن فامیل خودمون رو شروع کنیم و میخواییم برای رضوان بریم پارک و دور دریاچه قدم بزنیم، ها؟ آره؟ Yes. No, go to Canada. میخوایی به جای پارک بری کانادا؟ باشه، شاید یه موقع دیگه بریم کانادا. کانادا یکم دوره. موسم گل دادن جان و دل است، هر صفت خوب گل و تنگل است، لحظه آغاز جهانی جدید، وقت شکوفایی رازی رسید. دشت گل و با گل و شهر گل، عید گل است و همه ده گل، غنچه به غنچه شکوفت رنگ رنگ، گل به دمد از بر هر کوه و سنگ. یادتون نره که هفته آینده هم شاهد قسمت بعدی این برنامه خواهید بود که اون هم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده. امیدوارم که اون هفته هم شما رو داشته باشیم کنارمون. شبکه‌های اجتماعی رو فراموش نکنید، همیشه با ما همراه باشید. نظرها، پیشنهادهای شما میتونه ما کمک بکنه تا برنامه بهتری براتون تولید بکنیم. تا هفته آینده از همتون خداحافظی میکنم. عید رضوان بر همه شمایی که به تغییر امیدوارید مبارک باشه. Thank you.